امروز در واشنگتن، صدومین روز زمامداری پرزیدنت باراک اوباما امروز در شرایطی رقم می‌خورد که میزان محبوبیت او بالاتر از همه رؤسای جمهور آمریکا در 20 ساله اخیر است. میزان محبوبیت پرزیدنت اوباما که بر اساس نظرسنجی مشترک انجام شده توسط اخبار شبکه تلویزیون ABC و روزنامه واشنگتن پست در روزهای 21 تا 24 آوریل 69% است، در زمانی چنین بالاست که او یک اقتصاد رنجور، دو جنگ جاری و انواع چالش‌های داخلی و بین‌المللی دیگر را به عنوان میراث رئیس جمهور پیشین در اختیار گرفته است. اما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا که مبارزات انتخاباتی خود را بر پایه شعار تغییر استوار کرد، با انشقاق حزبی روبروست، زیرا فقط 36% جمهوری‌خواهانی که در نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفتند نسبت به کارکرد اوباما ابراز رضایت کردند. روز دوشنبه رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت پرزیدنت اوباما نمره خیلی خوب گرفته است و فکر می‌کنم همیشه برای نمره بهتر گرفتن فرصت است. بانوی اول آمریکا میشل اوباما دیروز همراه با هیلری کلینتون وزیر خارجه و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از پیکره قهرمان لغو بردگی سوجورنر تروث در کاخ کنگره آمریکا پرده برداشت. سوجورنر تروث نخستین زن سیاه‌پوست است که در ساختمان کنگره آمریکا این گونه مورد تجلیل قرار می‌گیرد. تروس که سابقاً برده بود یکی از نخستین مبارزان آرمان حقوق برابر برای زنان و پایان گرفتن بردگی به شمار آمده است. بانو اوباما در مراسمی در مرکز ویژه بازدید کنندگان از کنگره آمریکا گفت امیدوارم که روح سوجورنر تروث مباهات کند از اینکه می‌بیند که یکی از نوادگان بردگان در مقام بانوی اول آمریکا به میهنش خدمت می‌کند. پیکره در فضای اصلی آن مرکز که از جمله به دلیل سهم بردگان در ساختن ساختمان کنگره تالار رهایی نام گرفته برای همیشه در معرض دید همگان قرار خواهد داشت. یک کمیته متفق فراحزبی مشتمل بر 25 سناتور آمریکایی دیروز با ارائه لایحه‌ای اختیار بی‌سابقه‌ای را به باراک اوباما تفویض کرد که بر مبنای آن خواهد توانست شرکت‌های خارجی را که به ایران بنزین صادر می‌کنند مورد تحریم قرار دهد. در بیانیه دفتر جان کایل، سناتور جمهوری‌خواه آمده است این لایحه اختیار مطلق به رئیس جمهوری می‌دهد تا به اتکای آن پاشنه آشیل رژیم ایران را هدف قرار دهد. سناتور دموکرات ایون باین که مشترکاً با سناتور کایل لایحه مزبور را طراحی کرده است گفت با دادن این اختیار و قدرت به رئیس جمهوری ممکن است به موفقیت وی در متقاعد کردن ایران به دست کشیدن مسالمت آمیز از جاه طلبی های هسته‌ای خود کمک کند. ایران که چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان است، با نداشتن پالایشگاه با ظرفیت کافی برای تولید بنزین، مجبور است حدود 40% از بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد کند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com